یک دو سه یک دو سه. سلام بچه‌ها، سلام. اگر صدا و تصویر من رو دارید عدد یک برای من بفرستید لطفاً. اگر صدا و تصویر من رو دارید عدد یک بفرستید. سلام سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه، سرحال و سلامت و درجه یک باشید. شاهین عباسیان هستم، دبیر درس فیزیک. انشالله قراره یک کلاس خیلی خیلی خوب و درجه یک رو در کنار شما عزیزان داشته باشیم و انشالله سال خوبی رو در کنار هم بگذرونیم. بچه های عزیزم، قبل از اینکه مطلب رو شروع کنم، یک سری سوالات متداولی شما ها دارید. شما اکثرتون کسایی هستید که حالا تا حالا سر کلاس من نیومده بودید یا جلسه های اولتونه، جلسه اوله. یک سری مقدماتی رو بهتون میگم، راهنماییتون میکنم چجوری به کلاس قرار اضافه بشید، برنامه‌مون در طول سال چیه، قرار از کجا شروع کنیم، کتاب تست چیه، جزوه رو چجوری باید مطالعه کنید و و غیره و غیره. انشالله سعی میکنم به سوالاتتون جواب بدم. بعدش اگر باز اشکالی چیزی موند، من انشالله براتون سوالاتتون رو جواب میدم. بچه های عزیزم خوب گوش کنید، یه توضیح من بهتون بدم. بچه ها خوب دقت کنید. اولا یک اتفاقی که بچه ها در چند سال اخیر افتاده، حالا هم تو درس فیزیک هم تو درسی مثل درسای ریاضی و غیره، اینه که دیگه بچه ها نمیشه با یاد گرفتن یک سری نکات حفظی، یک سری فرمولای حفظی سوالا رو حل کرد. شما باید یاد بگیرید، مفهوم رو درست یاد بگیرید، با استفاده از مفاهیم، با استفاده صحیح از مفاهیم و به کارگیری اون مفاهیم سعی کنید سوالا رو سریع و درست حل کنید. یه سوء تفاهم بچه ها. مرسی مرسی عزیزم، مرسی بچه های عزیزم، خوب به من دقت کنید. یکی از مفاهیمی که یکی از چیزایی که ما خیلی توش داستان داریم اینه، اکثر بچه ها متاسفانه یک سوء تفاهم واسه شون به وجود میاد. سوء تفاهم یعنی چی؟ میگه آقا هر کسی که بیشتر می نویسه، هر کسی که بیشتر فرمول می نویسه، هر کسی که بیشتر از فرمولا استفاده می کنه، یا مثلا واسه یه سوال دو صفحه راه حل می نویسه، فکر می کنن درس و مفهومی تر بلده. در صورتی که بچه ها این نوع نگاه اشتباه و غلطه. من یه توضیحی به شما میدم بچه ها. من همیشه برای این مثال رو میزنم برای بچه ها. میگم شما فرض کنید اینجا مسئله هستش یا سواله. خب اینا بچه ها فرمول هایی هن که ما قرار ازشون استفاده کنیم تا در نهایت برسیم به جواب سوال. ما همیشه در یک سوال، در درس ریاضی، در درس فیزیک با یه همچین چیزی طرفیم دیگه. مسئله رو میبینیم، یک سری فرمول باید بیایم انتخاب کنیم، از اون فرمولا استفاده کنیم، در نهایت به جواب برسیم. که یک پروسه ایه. من میگم دانش آموزی که اتفاقا خوب مفاهیم رو بلده، دانش آموزی که اتفاقا فیزیک رو بلده، نه بچه ها صدای من رو اگه دارید عدد یک برای من ارسال کنید. خیلی خوب خیلی خوب. بچه ها اینا رو من باید به شما یاد بدم، آموزش بدم و یاد میدم. شما انشالله یه مدتی که سر کلاس من باشید مفهوم این حرفای منو میفهمید. میفهمید وقتی عباسیان میگه باید تکنیکی و درجه یک یاد بگیرید یعنی چی. میفهمید وقتی عباسیان میگه استفاده مفاهیم به شدت سرعت شما رو بالا میبره یعنی چی؟ حالا اینو بچه برمیگرده تو زمان خودش انشالله با هم کار خواهیم کرد. اما ما چارت تدریسمون چیه؟ ببینید من اعتقاد دارم، اعتقاد من اینه، برای اینکه فیزیک رو خیلی خوب یاد بگیرید، ما بهتر شروع کلاسمون، گوش کنید بچه ها، شروع درسمون رو میذاریم با فیزیک 12 فصل اول. این شروعمونه. ما بچه ها دیگه نمیاییم حالا بریم دوباره براتون یه ذره پایه درس بدیم و مفاهیم پایه کار بخوام بکنیم، نه. شروعمونو میذاریم رو 12 سنگین ترین فصلتون، حرکت شناسی.
با این فصل شروع میکنیم. بچه ها در دوره تابستان برنامه‌مون چیه؟ تو تابستان برنامه ما اینه، به شما 12 به اضافه 2 فصل فیزیک 10 کار میکنیم. این تو تابستانمونه. در دوره بچه ها پاییزمون ادامه 12 رو داریم به اضافه اتمام فیزیک 10، یعنی میایم فیزیک 10 رو در دوره پاییز براتون تموم میکنیم، همینطور 12 هم میریم. بهار میگه استاد ما 12 نرفتیم. هیچکس نرفته، 90% بچه ها نرفتن. بالاخره من اول به تو درس بدم بهتره دیگه. اوکی، چقدر خوبم از که هیچی ازش نمیدونید. یعنی من معمولا بچه ها شما هیچی ندونید راحت تر درس میدم. حالا بعضی از بچه ها میگن آقا ما پایه فیزیکمون ضعیفه، آقا میبینم فلان ما مشکل داریم پایم. هر اونایی هم که حتی فکر میکنم بلدن، از نظر من چیزی بلد نیستن، چون تکنیک هایی که من بهتون یاد میدم، روش هایی که من بهتون یاد میدم، روش های خاصیه بچه ها. هیچ مشکلی پیدا نمی کنید. من امروز شروع میکنم 12 بهتون درس دادن، نگران نباشید. در دوره زمستانمون بچه ها انشالله ادامه باز چی داریم؟ 12 به اضافه بچه ها تدریس فیزیک 11 رو براتون انجام میدم و به امید خدا تمام تلاشمون اینه تا انتهای فصل زمستان یا نهایتاً آخر فروردین که بعید میدونم حالا به اونجا برسیم کل کارمون تموم شه. بعد از اونم که انشالله دوره و جنبندی و آمادگی برای امتحان نهایی و این چیزا رو داریم. گرفتید چی بهتون میگم؟ این از این. آقا بله، از چه کتابی تست میزنیم؟ بچه کتاب تستتون چیا باید چی باید تهیه کنید؟ کتاب تست، خوب دقت کنید، کتاب تست میکروی نقره‌ای گاج. دو تا کتابه، یکی 12، یکی مخصوص پایه است که 10 و 11. حالا اینا بچه دو جلدن، هر کدوم یه جلد سوالن، یه جلد سوالن، یه جلد پاسخن. حالا بعضی هاتون میگن آقا ما پایه از قبل آن دارم میبینم چتاتونو، من خیلی سبز گرفته بودم از همون استفاده کنم. آره، اما اگه میخواید تهیه کنید اینا رو تهیه کنید. اگه از قبل کتابی دارید استفاده بکنید، ولی واسه فیزیک 12 حتما کتاب میکرونقره گاج رو بگیرید. پایه از همون کتابایی که دارید میتونید استفاده کنید. خب یک سری تست هم داریم بچه‌ها، تست های انتهای جزوه، تست های انتهای جزوه‌تون. تست های انتهای جزوه چیه؟ ببینید بچه‌ها، شما هر فصلی که از من جزوه میگیرید، در انتهای هر فصل فراخور حجم اون فصل حدود 200 تا تست هست که من وقتی تکلیف به شما میدم میگم برید تمرین حل کنید، یک سری از تست های انتهای جزوه رو انتخاب میکنم. شما اول باید اونا رو حل کنید، بعد تست هایی که از کتاب کار بهتون میدم. تست های انتهای جزوه یه ویژگی خیلی مهم داره بچه ها. این تست های انتهای جزوه ویژگی مهمشونه که پاسخ تصویری دارن، یعنی بچه ها پاسخ ها ویدئوی حل داره. ببینید خیلی مهمه، شما وقتی تو خونه میرید تست حل میکنید، مثلا درس رو یاد گرفتید، یه وقتی سر یه جاهای ریز یه جاهای کوچیکیش به مشکل میخورید، داشتن پاسخ تصویری باعث میشه من رو تو خونه کنار خودت داشته باشی. یعنی بچه ها وقتی داری سوالا حل میکنی، عباسیان در کنار توه، به روش خودم با گویش خودم اون سوالا رو داریم حل میکنیم. آقا پاسخاش کجاست؟ همین الان بچه ها مینویسید، این آدرس کانال تلگرامی مونه بچه ها که پاسخاتوش از شاهین اندرلاین عباسیان. این آدرس کانال چیه بچه ها؟ تلگرام مونه. تو این کانال تلگرام تشریف میبرید بچه ها، پاسخ تصویری تستا اینجا هست. خب اینم از کتاب تستمون. حالا من چیز دیگه خیلی به ذهنم نمیرسه بچه ها. سوال، اگه سوالی چیزی دارید میتونید بپرسید، اگه نه من تدریس رو شروع کنم بچه ها. یکم
آسیه گفته از رزومه‌ام بگم. رزومه منو دختر گلم لازم نیست من بیام اینجا بگم. الان فصل اینترنته، یه سرچ کنید اسم منو تو اینترنت، همه رزومه‌ام میاد. گرفتی بابا؟ خب. 11 گفتم تو زمستون 11 درس میدم دیگه بابا. کتاب پایه‌ای هم گفتم بگیرید، کتاب 10 و 11 با همه. اینم آدرس تلگرامه. اینم آدرس تلگرامه. آها. بله مرضیه، شما جفتشو بگیر. حالا این دیگه روزی چند تا باید تست بزنید، چه جوری باید بخونید، نقشه راهیه که من کنارش بهتون یاد میدم. ببینید بچه‌ها، آموزش فیزیک، یاد گرفتن فیزیک، همه حواس به من. آموزش و یاد گرفتن فیزیک بچه‌ها یک مهارته. من همیشه به بچه‌ها میگم مثل موسیقی زدنه، مثل نقاشی کشیدنه، مثل رانندگی کردنه. ببینید بچه‌ها، تمام کسایی که میرن کلاس رانندگی وقتی میخوان شروع کنن به رانندگی، بهشون همه گفتن آروم گاز بدید، پاتونو یواش یواش رو کلاچ بردارید، ولی اکثر آدما خاموش میکنن. چرا؟ یا مثلا شما فکر کنید رفتید کلاس مثلا نقاشی، بهترین قلمو رو در اختیارتون بذارن، بهترین استاد رو داشته باشید، بهترین بوم رو داشته باشید، یک مدل هم جلوتون میذارن، شما میبینید چیو میخواهید بکشید اما نمیتونید اونو بکشید. دلیلش چیه؟ چون مغز و دستتون با هم هماهنگ نیست. یک تست فیزیک زدن هم همینه. شما در دوره تابستون الان که وقت خوبی دارید، زمان بسیار مناسبی دارید، باید خیلی با حوصله، با دقت تمرین کنید. وقتی سوالا رو حل می‌کنید تا آخر بنویسید. حالا اینا رو بهتون یاد میدم. یه وقت خوبی بذارید، یواش یواش دستتون راه میفته، انشالله روز به روز بهتر میشید. در مادامی که سر کلاس من هستید بچه‌ها، من خواهش ازتون میکنم وقتی من دارم درس میدم شما چیزی ننویسید. یه ورقه کاغذ جلوتون باشه که اگه من سوالی دادم خواستم شما حل کنید، حل بکنید. ولی لطفی که میکنید بچه‌ها، وقتی سر کلاس من هستید، در حال دارید الان به قول معروف که فیزیکو با هم میریم جلو، محبتی که میکنید بچه، شما چیزی نمینویسید. یعنی چی؟ تمام اینایی که ما مینویسیم، تخت نوشته هامون و پر شده ها، فایلش در اختیارتون قرار داده میشه، میذارن در اختیارتون. یعنی احتیاج نیست شما به قول معروف الان سر کلاس خودتون رو درگیر نوشتن بکنید، تا انشالله حالا جزده رو پرینت میگیرید و اینا، بعدن تو خونه تکمیلش میکنید. پس فعلا خوب گوش میدید، حرفای من رو قشنگ یاد میگیرید، تا انشالله بریم سراغ مطلبمون. اگر آماده اید که من فصل اول فیزیک 12 یعنی حرکت شناسی رو تدریسش رو شروع کنم، یه عدد یک برای من ارسال کنید بچه ها. مرسی. بچه ها، حرکت شناسی یعنی چی؟ حرکت شناسی شاخه‌ای از علم فیزیکه که به بحث و بررسی درباره علت و علل انواع حرکت میپردازد. میگن حرکت شناسی شاخه است از علم فیزیک که به بحث و بررسی درباره فاطمه 10 و 11 رو فاطمه زده، میشه 10 و 11 دوره کنید؟ دیر به کلاس هم اضافه شدی یا حرفامو گوش نمیدادی بابا. کل 10 و 11 از اول تدریس میشه، دوره کنید چیه؟ کامل باید درس بدیم. کل 10، کل 11، کل 12 از اول تدریس میشه. نبودی بابا، از اول تدریس میشه، ولی خب توی زمان مناسب خودش. همه رو درس میدم، از اول فیزیک 10 تا آخر 12 هر آنچه تو کنکورتون میاد یک بار دیگه با روشهای خودم درس میدم. شما حواستون به من باشه، کارهایی که میگم انجام بدید، کلش حتما عالی دوره میشه براتون. ببینید بچه‌ها، من یه دستگاه مختصات برای شما میکشم. شما فرض کنید اینا محورهای مختصات، محور X و Y. این محور X، این محور Y، یک دستگاه مختصات در صف است. فرض کنید بچه‌ها اینم یه همچین مسیریه که برای مثال یک ترن هوایی از این نقطه حرکت میکنه، میاد خودشو میرسونه به این نقطه، نقطه 2. یک سری اصطلاح داریم بچه ها. اولین اصطلاح این نقطه است. ما یک نقطه ای داریم در حرکت به نام مبدأ مکان.
مبدا مکان نقطه 0 و 0 محور مختصات. یه باری دقت کنید بچه ها، من به این نقطه میگم نقطه مبدا مکان. اما بچه ها، من تو اینجا اولین چیزی که باید تو حرکت شناسی به شما یاد بدم دو تا تعریف خیلی مهمه، تعریف جا به جایی و مسافت طی شده. شما باید این دوتا رو قشنگ بفهمید، درک بکنید تا مفاهیم اولیه حرکت رو بفهمید. البته بچه ها در سال نهمتون در علوم سال نهم یه چیزایی راجبش خوندید، اما اینا رو دقت کنید. ما یه بردار داریم به نام بردار جا به جایی. بچه ها بردار جا به جایی چیه؟ میگه بچه ها بردار جا به جایی خط مستقیمیه که از نقطه 1 به 2 نقطه 1 رو به 2 وصل میکنه. به این بردار میگن بردار جا به جایی. بچه ها من بردار جا به جایی رو در اصطلاح با دلتا ایکس نشون میدم، با دلتا ایکس نشونش میدم. ما به این میگیم بردار چی؟ جا به جایی. بچه ها یه دقیقه بدونم پای تخته، بدونم پای تخته. وقتی من راجع به بردار جا به جایی صحبت میکنم، میگم آقا شما این در حقیقت ترن هواییتون اینجا حرکت کرده، اومده رسیده به نقطه 2. برای بردار جا به جایی باید چشمتو به مسیر حرکت ببندی. یعنی چی؟ یعنی این که بچه این از اینجا اومده رفته پایین اومده بالا برای من اهمیت نداره. در جا به جایی میگه بچه فقط برای من ابتدا مهم و انتها. یا راحت تر بهتون بگم بچه ها، در جا به جایی میگه فاصله من تا نقطه آغاز مهمه، خط مستقیمی که ابتدا رو به انتها وصل میکنه. این وسط ها کجا رفته به من ربطی نداره، به تو هم ربطی نداره. جا به جایی میشه خط مستقیمی که ابتدا رو وصل میکنه به انتها. یعنی بچه ها اول حرکت چشتون رو باز میکنید، نگاش میکنید، میبندید، آخر حرکت دوباره باز میکنید. خطی که ابتدا رو وصل میکنه به انتها میشه جا به جایی. اما یه اصطلاح داریم بچه ها بهش میگن مسافت طی شده. با ال نشونش میدن. میگن بچه ها مسافت طی شده میشه طول رد پای متحرک. یعنی بچه ها نگاه کنید این قسمتی که با سبز براتون فرفری میکنن، طول رد پا. بیا تک تک تیکه 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 همه اینا رو با هم جمع کن، از اینجا تا اینجا چقدر طول کشید، چقدر طی شده اون مسیری که پای متحرک، لنگ متحرک طی کرده تا از نقطه 1 به نقطه 2 برسه میشه مسافت طی شده. پس بچا جا به جایی بردار یا خط مستقیمیه که ابتدا رو وصل میکنه به انتها. مسافت طی شده، اما نه طول کل رد پای متحرک رو میگن مسافت طی شده. بیایید با هم بچه ها یه مثال حل کنیم، شما به من کمک کنید، بیایید اینجا تا این واسمون قشنگ جا بیفته. خوب نگاه کن، شما فرض کنید بچه های عزیزم من یه آدمی اینجا دارم، فاصله این آدم تا این دیوار مثلا 50 متر. اینم یه دیواره، یه آدمی فاصله‌ش هم تا این دیوار 50 متره. خوب به حرفای من گوش کنید. این آقاه میاد چیکار میکنه بچه ها؟ اول حرکت میکنه 30 متر تشریف میاره جلو. ببینید بچه ها، بیایید پای تخته. من اینجا توی فاصله از دیوارم حرکت میکنم، میام 30 متر میام جلو. بگو ببینم جا به جاییم چند متر میشه بچه ها؟ جا به جاییم آوری کلا جا به جاییم چند متر میشه؟ 30 متر. بچه ها چرا انقدر بقیهتون کجایید؟ بچه ها من این سر کلاس فیزیکا دین و زندگی نیست که لم دارید دیگاه میکنید، تایپ کنید تو کلاس با من باشید. این معتادایی که تازه از کمپ ترک اعتیاد آوردنتون خونه در مرحله سمزدایی 3 روز پاکی حال ندارید، بابا سرحال باشید من پیرمرد خجالت بکشید. آها چند متر میشه؟ 30 متر جا به جاییمون. بچه ها مسافت طی شدمون چقدر میشه؟ بگو ببینم مسافت طی شده یعنی طول رد پای متحرک چند متر میشه؟ اونم میشه 30 متر. باریکلا. حالا فرض کنید بعد از اون 30 متر یه
20 متر دیگه هم تشریف بیاره جلو. یعنی یه 30 متر رفته، منو نگاه کن، یه 30 متر رفته، بعدش هم یه 20 متر دیگه هم رفته. جا به جاییش هم میشه بچه ها، بگید ببینم جا به جاییش شمید میشه الان؟ آباریکلا، در کل حرکت جا به جاییمون شمید میشه 50 متر. مسافت طی شده چقدره؟ مسافت چقدره؟ اونم 50. باریکلا، یعنی هم جا به جاییم 50 متره، هم مسافت طی شدن 50 متره. عباسیان گرفتی ما رو؟ این که همش با هم یکی شد که. میگم نگاه کن، نه، فرض کنید حالا این 50 متر رو که رفت شروع کنه حالا به برگشتن، یه 40 متر هم برگرده. گوش کنید بچه ها، ببینید منو پای تخت نگاه کنید. یه 20 متر رفته، یه 30 متر رفته، حالا یه 40 متر برگشته. بگید ببینم جا به جایی من چقدر میشه؟ جا به جایی، جا به جایی، آباری کلا نگو نود، جا به جایی میشه 10. چرا بیدقتید؟ بچه ها جا به جایی به چی میگن؟ جا به جایی به این میگن خط مستقیمی که ابتدا رو وصل میکنه به انتها. الان تو اینجا دو جا به جاییمون 10. جا به جایی یعنی فاصله من تا نقطه آغاز، خط مستقیمی که ابتدا رو وصل میکنه به انتها. بچه ها جا به جایی من میشه چند متر اینجا؟ جا به جایی میشه 10 متر. اما اگر من به شما بگم مسافت طی شده چقدر میشه چی میگید؟ آباریکلا، مسافت طی شده که کاری به این حرفا نداره. ببین ببین، من یه 50 متر پام طی کرده رفتم جلو، این پای من دوباره 40 متر دیگه داره میاد عقب. تو جا به جایی آقا رفته برگشته، به تو چه؟ مگه تو فضولی؟ تو جا به جایی میگه آقا اولش نگاش کن کجاست، چشتو ببند، آخرش باز کن. خط مستقیمی که ابتدا رو وصل میکنه به انتها میشه برداره جا به جایی. اما کل طول رد پای متحرک رو میگن مسافت طی شده. بچه تو مسافت طی شده تیکه تیکه قدماشو باید بشماری. 50 قدم رفته جلو، 40 قدم برگشته، مسافتی که طی کرده میشه 90 متر. خب اما بچه ها فرض کنید این دوست عزیز اومده یه 10 متر دیگه هم برگشته عقب. خب بگید ببینم الان در کل این حرکت جا به جاییتون چند میشه؟ باریکلا، جا به جایی صفره. اول اول کجاست؟ اینجا. رفته برگشته دوباره رسته به همینجا. خط مستقیمی که ابتدا رو مس میکنه به انتها، ابتدا همونجاست، انتها هم همونجاست. جا به جایی چنده؟ صفره. اما مسافت طی شده یکسان نیست. آقا بله، پس من یه چیزی فهمیدم. میگم چی فهمیدی بابا؟ فهمیدم جا به جایی و مسافت طی شده همیشه با هم برابر نیستن. باریکلا، کیا برابرن؟ زمانی که متحرک، زمانی که متحرک روی یه خط صاف حرکت بکنه و دور نزنه. ببین زمانی که متحرک روی خط راست حرکت کنه و تغییر جهت هم نده، اونجا جا به جایی و مسافت طی شده با هم برابر میشن. یا مثلا بچه‌ها یه مثال دیگه بیاید با هم دیگه بریم، جواب بدید به من. مثلا فرض کنید اینجا نقطه ای حرکته، اینجا نقطه بی حرکته. متحرک یه بار از این مسیر صاف میاد خودش رو میرسونه به بی، یه بار اینجوری یه پیچ و تاب میخوره از ای میرسه به بی، یه بار دیگه اینجوری میاد دوتا پیچ میخوره وسط مسیر از میرسه از ای به بی. این مسیر یکه، این مسیر دوه، این مسیر سه. خب بگید ببینم به نظرتون کدوم مسیر بیشترین جا به جایی رو داره؟ بیشترین جا به جایی رو کدوم مسیر داره؟ بچه های عزیزم، بعضیاتون میگید سه، بعضی ها گفتید یک. بابا
چرا همتون، چرا حافظه کوتاه مدتتون مثل ماهی گلی میمونه؟ چرا هر 3 ثانیه یه بار پاک میشه؟ بابا جابجایی همه یکسانه، جابجایی که به مسیر بستگی نداره، همشون اول حرکت تو ای ان، همشون آخر حرکت تو بی ان. خط مستقیمی که ای رو به بی وصل میکنه میشه جابجایی. پس جابجایی یا دلتا ایکس در مسیر یک مساوی با جابجایی در مسیر دو مساوی با جابجایی در مسیر سه. یعنی بچه ها جابجایی، خط مستقیمی که ابتدا رو به انتها وصل میکنه، با هم برابرن، اما مسافت طی شده یعنی طول رد پای متحرک در ستا با هم برابر نیست. حالا بگید ببینم بیشترین مسافت طی شده مال کیه؟ آواری کلا، اونی که بیشترین مسیر رو رفته، سه بیشترین مسیر رو طی کرده، بعد از اون یکه، از همه هم کمتر دوه. خب بیاییم پس بچه های جمع‌بندی بکنیم حرفامونو. ما میدونیم بچه های عزیزم جا به جایی همیشه بچه ها مسافت طی شده، نگاه کنید، مسافت طی شده یا ال بزرگتر مساوی با اندازه جا به جایی. یعنی هیچ وقت امکان نداره جا به جایی شما از مسافت طی شده بزرگتر باشه، یا با هم برابرن یا مسافت طی شده بیشتره. اما اگر دو تا شرط داشته باشیم بچه، توجه، هرگاه یک متحرک روی خط راست حرکت کند، دو متحرک تغییر جهت ندهد، می توان گفت این شرط برقراره. دلتا ایکس یا اندازه جابجایی مساوی با ال مسافت طی شده است. فقط طی شرط. وگرنه هر چیزی جز این باشه، مسافت طی شده از جابجایی چی میشه؟ بزرگتر میشه. خب. پس بچه‌ها شرطی که این دو تا با هم برابر بشن، یک حرکت روی خط راست باشه، دو تغییر جهت نده. اگه فهمیدید عدد یک برای من ارسال میکنید بچه‌ها. مرسی. بریم یه دو تا سوال با هم حل بکنیم. گوش کنید، مثال اول رو نگاه کنید. بچه توی این مثال حالا میخوام بعدش سری چیزایی بهتون یاد بدم. ببینید، من شاهین عباسیان موظفم هم فیزیک به شما یاد بدم، هم به شما محاسبات یاد بدم، هم به شما یاد بدم چجوری محاسبات رو تو فیزیک انجام بدید. یعنی بچه اگه ما بگیریم فیزیک رو یک ذوالفقار دو لبه فرض کنیم، یه لبش فیزیکه، یه لبش ریاضیه. یعنی شما هم باید فیزیکش رو خوب یاد بگیرید، هم ریاضیش رو. این خیلی نکته مهمیه که حالا من سعی میکنم تو قسمت ریاضیش هم به شما کمک کنم. اما بیایید با هم بریم سراغ این سوال. یه ذره بچه شکل این سوال رو بزرگتر اینجا میکشم که میخوام روش کار کنم، راحت تر باشه برام. خب. گفته متحرکی مطابق شکل ماشینی، اتومبیلی، ابتدا 40 متر تشریف آورده به سمت چی؟ شمال. خب بعد از آن 30 متر تشریف برده به سمت شرق. میگه تعیین کنید مسافت طی شده چند برابر جا به جاییشه. خب گوش کنید، بریم اول سراغ جا به جایی. بچه تو جا به جایی ما میگیم خط مستقیمی که ابتدا رو وصل کنه به انتها، ما به این میگیم جا به جایی یا همون دلتا ایکس. حالا آقا اینجا رفته شمال بعد برگشته، این مسیر مهم نیست؟ میگم نه، اصلا هیچ ربطی نداره. تو چه؟ در جا به جایی من شما اگه دقت کنید، ما تو جا به جایی میگیم دلتای ایکس مساوی با
بچه ها میدید الان من یه مثلث قائم الزاویه دارم اینجا، نگاه کنید، یه مثلث قائم الزاویه دارم که این دلتا ایکس وتر این مثلث. باریکلا دلتا ایکس میشه وتر مثلث. بچه ها توی جاب توی وتر مثلث رو میدونید راه فیثاغورس بعد پیدا کنیم دیگه، وتر یک مثلث میشه رادیکال اینزل اش به توان دو به اضافه این به توان دو، 40 به توان دو به اضافه 30 به توان دو. 40 به توان دو بچه میشه 1600، 30 به توان دو میشه 900، جمعش میشه 2500 که اگه جنس بگیرید ازش میشه 50 متر. حالا شاید بعضیاتون بگید آقا 30 و 40 اعداد فیثاغورسیه معروفین، 3 و 4 فیثاغورسش میشه 5، 30 و 40 میشه 50. منم کاملا قبول دارم. حالا باید به حال حساب کنید میشه 50 متر. مسافتی که طی کرده چیه؟ بچه ها مسافت طی شده میشه طول رد پای متحرک. ببینید بچه ها من اگه بخوام متر کنم این چه مسافتی طی کرده، میگم آقا این 40 متر تشریف آورده به سمت شما، بعد از اون یه 30 متر تشریف برده به سمت چی؟ شرق. کل اینا رو من اگه بخوام با هم جمع کنم مسافت طی شدهش رو پیدا کنم میشه یه 40 متر یه 30 متر، L میشه جمع 40 به اضافه 30 مساوی میشه با 70 متر. حالا به من گفته نسبت اینا چقدره؟ خب نسبتش رو پیدا کنید، کاری نداره. نسبت مسافت طی شده به جابجایی رو اگه بخوان میگیم بچه نسبت L مسافت طی شده به دلتا ایکس میشه 70 به روی 50 میشه 7/5 یا همون 1.14. اگر اینو فهمیدید یه عدد 1 برای من ارسال کنید کار دارم. خب بچه ها تقریبا هیچ جای فیزیک نیست که شما حرف از بردار رو اینا بزنید اما مجبور نباشید رادیکال حساب کنید. چه تو فیزیک 11 تو الکتریسیته ساکن، چه توی مغناطیس، چه توی نمیدونم حرکت شناسی، در دینامیک، در بعضی از قسمت‌های نوسان و موج، بچه همیشه محاسبه ی رادیکال این به توان دو به اضافه این به توان دو که محاسبه ی وتر یک مثلث پیدا کردن فیثاغورس مهمه. اما در چند سال اخیر مخصوصا نشون داده همیشه این رادیکالا رو اینجوری نمیده که 30 و 40 باشه رو هوا بگی 50 نمیدونم اعداد معروف باشه. مثلا شما فرض کنید بچه ها توی سوالی ما حل کردیم به یه همچین چیزی رسیدیم، رسیدیم به رادیکال. خوب نگاه کن، رسیدیم به رادیکال مثلا 9 به توان 2 به اضافه 18 به توان 2. همه چیزی که تو کنکوره چند سال اخیر مثلا بوده ها، مثلا رسیدیم به رادیکال 12 به توان 2 به اضافه 36 به توان 2. مثلا رسیدیم به رادیکال، خوب نگاه کن، 21 به توان 2 به اضافه 28 به توان 2. به این رادیکال ها رسیدیم. تو کنکور فرنوش میگه 7/5 باید بنویسیم 1/14، ما که چیزی نباید بنویسیم فرنوش. اگر تو کنکور 7/5 تو گزینه ها بود 7/5 رو میزنیم، 1/14 بود 1/14، جفتش هم که نمیتونه باشه، فرقی با هم ندارن، بالاخره یکیشو میده. حواسا به من. ببینید بچه ها اگر امتحان تشریحی باشه، اگر امتحان مدرسه باشه، تو برسی به رادیکال 9 به توان 2 به اضافه 18 به توان 2، گیریم بچه ها گوش کن، فاطمه کی گفته اینا مذهب 3 و 4 و 5 هن؟ 9 و 18 مذهب 3 و 4 هن؟ گوش کن ببین بابا، رسیدی به رادیکال 9 به توان 2 به اضافه 18 به توان 2. مثلا تو کنکور 9 به توان 2 بخوای برسونی، 18 رو بخوای به توان 2 برسونی، وقت کنکور تموم میشه دیگه. بعد گیری من با هم جمع کردی، بعد رادیکالش رو باید بتونی ساده کنی. گوش کنید بچه ها ببینید بعد چی کار کنید. گوش کن، اولین کاری که باید بکنید اینه، گوش کن،
بچه ها همیشه زیر رادیکال اول دنبال عامل مشترک بگردیم. بین 9 و 18 عامل مشترک چنده بچه ها به نظرتون؟ بزرگترین عاملش دیگه. بعضیاتون میگید 3، خود 9 بهتره که. بزرگترین عامل مشترکی که بینشون میتونید پیدا کنید 9. بچه ها این 9 به توان 2 به اضافه 18 به توان 2. شما میگید خود 18 به توان 2 میشه 9 به توان 2 ضرب در 2 به توان 2. بچه 18 مگه 9 ضرب در 2 نیست؟ 18 9 ضرب در 2. پس 18 به توان 2 میشه 9 به توان 2 ضرب در 2 به توان 2. حالا چی کار میکنیم؟ ما زیر رادیکال از این 9 به توان 2 فاکتور میگیریم. ببین چی میشه. میرسیم به رادیکال. از 9 به توان 2 فاکتور میگیریم. چون جفتشون 9 به توان 2 داره. از جمله اول میمونه 1، از جمله بعدی میمونه 2 به توان 2. ببین از 9 به توان 2 فاکتور گرفتن، از این مونده 1، از این مونده 2 به توان 2. 1 به اضافه 2 به توان 2. بچه 1 به اضافه 4 میشه چند؟ 5. یعنی عملا میشه 9 به توان 2 ضرب در 5. خب 9 به توان 2 جذر داره، از زیر رادیکال میاد بیرون میشود 9، اما 5 جذر نداره، زیر رادیکال گیر میکنه. جواب میشه 9 رادیکال 5. و بچه ها وقتی شما به 9 رادیکال 5 رسیدید دیگه از این ساده تر نمیشه. ببینید بچه ها، تازه این راه خیلی خوبیه که دارم بهتون یاد میدم، من یه چیز دیگه هم میخوام بهتون یاد بدم. یعنی این راه خیلی باحالیه ها، برای اینکه سریع به جواب برسید، اما من یه راه تکنیک باحالترم باید بهتون یاد بدم. خب یا بچه ها بریم سراغ پایین، یعنی اینا رو یاد میگیرید، بعد یه راه درجه یکتر هم من دارم که از اینا هم باحالتره. بیا اینجا بریم سراغ بعدی. بچه ها 12 به توان 2 به اضافه 36 به توان 2 مشترک بین 12 و 36 چنده بچه ها؟ آبادی که الان 12 بچه ها 36 هست، 12 ضرب در 3. پس 36 به توان 2 میشه 12 به توان 2 ضرب در 3 به توان 2. این مساوی میشه با رادیکال. از 12 به توان 2 من فاکتور میگیرم. بچه ها 12 به توان 2 تو هر دوتاش هست دیگه. از 12 به توان 2 فاکتور میگیرم. از اولی میمونه چند؟ 1. از بعدی میمونه چند؟ 3 به توان 2. حالا 1 به اضافه 3 به توان 2 بچه میشه 1 به اضافه 9 میشه چند؟ 10. عملا این زیر میشه 12 به توان 2 ضرب در 10. 12 به توان 2 جذر داره، میاد بیرون میشه چند بچه ها؟ 12. در رادیکال 10. و یادتون باشه دیگه از این ساده تر نمیشه. 12 رادیکال 10 ساده تر نمیشه. اگه فهمیدید یه عدد 1 برای من ارسال کنید، این دوتا رو اگه فهمیدید. مرسی. یا مثلا بچه 21 به توان 2 به اضافه 28 به توان 2. خب مشترک بین 21 و 28 بچه 7. 21 به توان 2 میشه 7 به توان 2 ضرب در 3 به توان 2. 28 به توان 2 میشه 7 به توان 2 ضرب در 4 به توان 2. میایم چیکار میکنیم بچه ها؟ از 7 به توان 2 فاکتور میگیریم. نیا کنید از جمله اول چی میمونه؟ میمونه 3 به توان 2. از جمله بعدی میمونه چقدر؟ 4 به توان 2. 3 به توان 2 9، 4 به توان 2 میشه چند؟ 25. پس این زیر میشه 25. خب حالا که میخوام این از زیر رادیکال بیاریم بیرون، نگاه کنید بچه ها، 7 به توان 2 جذر داره، جذرش میشه 7 میاد بیرون. 25 هم جذر داره، 5 میاد بیرون. 7 ضرب در 5 میشه 35. و از این ساده تر نمیشه. فاطمه میگه آقا من نیم عامل مشترک نداشت. اگه عامل مشترک نداشته باشه رادیکالش ساده نمیشه. اون که کاری نداره، اون عدد مزخرف و گنده زیر رادیکال میمونه.
جایی کار ما سخته که عامل مشترک داشته باشه باید بعداً بلد باشیم فاکتور بگیریم ازش. فهمیدید بچه‌ها؟ اگه عامل مشترک نداشته باشه مثلا رادیکال یه چیزی به توان دو یه چیزی به توان دو به توان دو برسونید جمع میکنید همون جمعش زیر رادیکال میمونه دیگه خارج نمیشه از زیر رادیکال. خب نه نمیتونی پس توان رو بیاری بیرون جمع بینشونه. اما بچه‌ها این چیزی که بهتون یاد دادم ها روش خوبی بود اما شماها شاگرد منید. توی هر قسمت فیزیک بچه‌ها چه تو دماگرما توی فشار این سوالای بچه‌ها لوله‌های این شکل هست یه طرف شروع باز می‌کنیم اونور میره بالا یا نمیدونم دماگرما تعادل آب و یخ اون جایی که بچه‌ها سوالای بد داریم متوجه چی بهتون میگم سوالایی که یه ذره اذیت کنن میگی واسه اونا باید چیکار کنیم میگم بچه‌ها تمام اونا گوش میدی اونا رو بعد اونا هم تکنیک دارن یعنی محاسباتشون تکنیک داره بهتون یاد میدم. الان بچه هر مرحله به هر جا برسیم باید باهاتون کار کنیم. فعلا اون رادیکالای توضیح بهتون بدم. بچه چند تا چیز مهم بهتون یاد بدم همیشه بدونید. بچه یه وقتایی توی فیزیک ما به این رادیکالای مهم اینه. شما فرض کنید توی فیزیک یا تو ریاضی فرق نمیکنه. رسیدید به رادیکال کاب توان دو به اضافه کاب توان دو. دو تا عدد یکسان. بچه کاب توان دو به اضافه کاب توان دو میشه دو تا کادو که بچه اگه کادو رو بیاری بیرون فیثاغورسش میشه کا رادیکال دو. مثل چی؟ مثل بچه ها قطر مربع. مثلا بچه اگه یک ضلع مربع پنج باشه یه ضلعش پنج باشه قطرش میشه پنج رادیکال دو. مثلا بچه اگر شما توی سوال رسیدید به رادیکال 14 به توان 2 به اضافه 14 به توان 2 ندید میشه 14 رادیکال 2. اگر رسیدید به رادیکال 8 به توان 2 به اضافه 8 به توان 2 ندید میشه 8 رادیکال 2. کلا رادیکال 2 تا عدد یکسان به توان 2 میشه یه عدد در رادیکال 2. اگر اینو فهمیدید یک برای من میفرستید بچه ها. خیلی همه تونم بلد بودید معمولا. اما بعدی رو گوش کن چون بعدی هایی که از دید من معروفه از دید من بهش میگم معروف اینه. شما فرض کنید در حل مسئله رسیدید به این رادیکال رادیکال کاب توان دو به اضافه دو کاب توان دو فیثاغورس یه عدد و دو برابرش کاب توان دو به اضافه دو کاب توان دو. بچه دو کاب توان دو میشه چهار کادو با یک کادو پنج کادو کاش از زیر رادیکال میاد بیرون میرسیم به کا در رادیکال پنج. یعنی همیشه فیثاغورس یه عدد و دو برابرش میشه عدد کوچیکه در رادیکال پنج. مثلا بچه ها شما رسیدید به رادیکال هشت به توان دو به اضافه 16 به توان دو. بچه هشت و دو برابرشه میشه جواب 8 رادیکال 5. دیگه دو ساعت نمیخوام بری واسه من عامل مشترک بگیری بیاری بیرون دیگه. فراد اگه توان 3 بود که رادیکال نیست فیثاغورس نیست که بابا جان قطر مربع برایند بردارا اینا رو تو فیزیک لازم داری من بهت دارم یاد میدم. یاد گرفتی فراد اون چیزی که ما لازم داریم دیگه من چیکار توان 3 بود تو ریاضی میخونی. ما توی فیزیک فقط قطر و بتر رو لازم داریم. بچه ها فرض کنید شما رسیدید به رادیکال مثلا 12 به توان 2 به اضافه 24 به توان 2. یه دانش آموز حرفه‌ای میگه چی؟ میگه رادیکال یه عدد و دو برابرشه. یه عدد و دو برابرش زهرا چیشو نفهمیدی؟ 12 و دو برابرش فیثاغورسش میشه 12 در رادیکال 5. فیثاغورس دو تا عدد یکسان کا و کا میشه کا رادیکال دو. یه عدد و دو برابرش 12 من اصلا 24 میشه 12 رادیکال 5. مثلا بذار یه مثال دیگه بزنم براتون. مثلا شما توی سوال به این رسیدید رادیکال نگاه کن رادیکال 14 به توان 2 به اضافه 28 به توان 2. دیگه نمیخواد دو ساعت بگردید عامل مشترک پیدا کنید فاکتور بگیرید. میشه بچه‌ها یه عدد و دو برابرش میشه 14 رادیکال 5.
دلیلش که گفتم کادو به اضافه دو کابه توان دو، دو کابه توان دو میشه 4 کادو، با یک کادو جمع بشه 5 کادو، میشه کار رادیکال 5 دیگه. یا مثلا اینجا رو نگاه کنید، همونی که بچه‌ها 2 دقیقه پیش براتون حل کردم رو ببینید یه لحظه. اینو ببین، اینو ببین بابا، اینو ببین، اینو ببین. 9 به توان 2 به اضافه 18 به توان 2، 9 و 2 برابر شد 9 رادیکال 5. خب گرفتید بچه ها چی شد؟ میگه عباسیان خب اون که ما رادیکال را هم حساب میکردیم خوب بود دیگه. میگم نه، یه لحظه آماده اید بچه ها بهتون یه کاربرد با حالش رو یاد بدم. نگاه کنید، فرض کنید عزیزای من، شما یه مثال میزنم از الکتریسیته ساکن که قبلا خوندید، حالا به چشمتون آشناست. نیروهای وارد به یک بار رو در نظر بگیرید. شما فرض کنید یه باره کیوه، یه نیرو به این وارد شده مثلا اف یک، اف دو. یه نیرو به این وارد شده اف یک، اف یک مثلا 8 نیوتونه، اف دو نمیدونیم چند نیوتونه. بیاید اینجا F1 8 نیوتن، F2 رو نمیدونیم، فقط میدونیم سوال به ما اینو گفته، گفته آقا F نتی که به این وارد شده نیروی خالص یا برایند نیروهایی که وارد شده F نت 8 رادیکال 5. بیاید با هم پای تخته ببینید بچه ها، من به این بار دوتا نیرو دارم وارد میکنم، یه F1 که 8 نیوتون، یه F2 که ندارم، F نت هم 8 رادیکال 5. حالا باید تشخیص بدم که F2 چنده. خیلی هاتون الان میبینم F2 رو برای من زدید چنده، ولی فکر کنید شاگرد من نبودید. حالا الان شما نظر کردید دیگه، خداوند یک لطفی در حقتون کرده، اومدید تو این کلاس. حالا فکر کنید بچه ها نبودید شاگرد ما، چی کار باید میکردیم آقا این سال حل کنیم؟ بیا اینجا میگیم بچه ها افنیت فرمولش چی بود؟ رادیکال اف یک به توان دو به اضافه اف دو به توان دو. جاگذاری میکنیم، افنیت همون چنده؟ 8 رادیکال 5 مساوی است با رادیکال 8 به توان دو به اضافه اف دو به توان دو. برای اینکه بتونیم این رادیکال رو حل کنیم، این معادله رو، دو طرف رو باید به توان دو برسونیم. 8 رادیکال 5 به توان دو میشه 320 مساوی است با اونورم رادیکال پرید 64 به اضافه اف دو به توان دو. اونو میانیم اونور، اف دو به توان دو میشه 256. تازه تو بدونی جذر 256 میشه 16، جذر ازش بگیری F2 میشه چند نیوتن؟ 16 نیوتن. راهش رو دیدی بابا؟ تازه مسلط باشی. مثلا یه نمونه از کاربرداشو گفتم که بچه ها ببین، فکر کن اینجوری بخوای حل کنی، میگم برو بابا اینا چیه؟ ما شاگرد عباسیانی، ما دانش آموز حرفه‌ای چی میگه؟ گوش کن، دانش آموز حرفه‌ای میگه عباسیان وقتی من میبینم اف نت هم شده 8 رادیکال 5 میفهمم این 8 رادیکال 5 فیثاغورس 8 دو برابرشه دیگه، چون بچه من میدونم کا و کا فیثاغورسش میشه کا در رادیکال 2، کا و دو کا میشه کا در رادیکال 5. وقتی اف نت اف خالص شده یک عدد در رادیکال 5، من میفهمم این 8 رادیکال 5 فیثاغورس 8 چیه؟ 16. وقتی F1 هم 8، F2 چاره ای نداره جز اینکه چند باشه؟ 16 تموم شد. حالا اگه یکی 16 بود اینه که میشد 8. مهم اینه که بچه 8 رادیکال 5 فیثاغورس 8 دو برابرشه، یکیش 8 یکیش 16. فهمیدید بچه ها؟ اگه فهمیدید عدد یک برای من بفرستید. آها، پس بچه ها من بهتون میگم باید خوش تکنیک باشید، منظورم این چیزا هم هست. حالا انشالله بچه ها مرحله به مرحله تو هر فصل فیزیک انشالله اینا رو بهتون یاد میدیم. بچه ها هر جلسه‌ای که انشالله ما در فیزیک شما جلو میدیم، هر جلسه‌ای فراخور به اون قسمت ها نکاتی بهتون یاد میدیم.
که بچه‌ها با استفاده از همین مفاهیم نه با استفاده از نکته‌های حفظی سوالا رو بتونید انشاءالله راحت حل کنید. اما بچه‌ها یه معروف دیگه براتون بنویسم، اونم اینه: رادیکال کا به توان دو به اضافه سکا به توان دو میشه بچه‌ها فیثاغورس کا و سکا. کادو میشه کادو به اضافه سکا به توان دو. بچه ها سکا به توان دو میشه 9 کادو، با یک کادو جمع میشه 10 کادو، میشه کا در رادیکال 10. یعنی فیثاغورس همیشه یه عدد و سه برابرش میشه عدد کوچیکه در رادیکال 10. مثلا عباس چند تا مثال بزن. شما رسیدید به رادیکال 7 به توان دو به اضافه 21 به توان دو، میشه 7 در رادیکال 10. رسیدید به رادیکال مثلا دارم میگم 12 به توان دو به اضافه 36 به توان دو، 12 و 3 برابرش میشه 12 در رادیکال 10. همیشه بچه ها فیثاغورس یه عدد و 3 برابرش میشه عدد کوچیکه در رادیکال 10. یه مثال اینجا مثلا این همونی که چند دقیقه پیش با عمل کردیم با فاکتور گیری، 12 به توان دو به اضافه 36 به توان دو، 12 در رادیکال 10. آباریکلا. خب یه بار یه دوره کنیم اینا که بهتون گفتم. گفتم همیشه بچه‌ها فیثاغورس کا و کا میشه کا رادیکال 2، دو تا عدد یکسان. کا و دو کا یه عدد دو برابرش میشه کا در رادیکال 5. کا و سه کا میشه کا در رادیکال 10. اما یه دو تا معروف دیگه داریم، خوب گوش کن. معروفای دیگه هم چیه؟ گوش کن. که اینا بچه عملاً یکی‌ان. رادیکال سه کا به توان دو به اضافه 4 کا به توان دو میشود 5 کا. مثلا 3 و 4 فیثاغورسش میشه 5. 30 و 40 میشه 50. ضرایب 3 و 4 میشه 5 دیگه. 3 کا و 4 کا میشه 5 کا. یا بچه مثلا 6 و 8 میشه 10. ضرایب 6 کا و 8 کا میشه 10 کا. رادیکال 6 کا به توان دو به اضافه 8 کا به توان دو هم میشود چی؟ 10 کا. 3 کا و 4 کا میشود 5 کا. 6 کا و 8 کا میشود 10 کا. این هم جز معروف هست. یه دونه دیگه هم داریم که بچه حالا بیشتر رو ریاضی کاربرد داره تا فیزیک. اینه رادیکال 5 کا به توان دو به اضافه 12 کا به توان دو میشه 13 کا. که حالا اینا هم بچه ها معمولا یه استفاده هایی دارن. اگر اینا رو یه یادآوری یاد گرفتید، بچه همه اینا رو براتون میذاریم، خیلی عجله تو نوشتنشون نکنید. اگه اینا رو یاد گرفتید یه عدد یک برای من ارسال کنید، بازم مثال ازشون حل میکنم. یه عالمه با هم مثالم حل میکنیم. بریم فعلا بریم بچه سراغ مثال بعدی تو جزوتون. گوش کنید، سوال بعدی جزوه رو نگاه کنید بچه ها. گفته متحرکی، خب گوش کنید، روی محیط یک دایره با شعاع 10 متر. خوب نگاه کن. روی محیط یک دایره با شعاع 10 متر، یعنی R شعاع مساوی با 10 متر، در حال حرکت است. نیم دور یا یک دوم دور حرکت میکنه. چند دور چرخیده بچه ها؟ گفته بهمون نیم دور چرخیده. تعیین کنید مسافت طی شده چند متر از جابجایی بیشتره. جزوه هم در اختیارتون قرار داده میشه. جزوه هم رو پنلشون هست. هست جزوه الان اینجا همین جزوه رو میتونن بردارن. این نمیخوام اینو بردارن، جزوه اصلی رو میخوام بردارن. کامل فعلا در اختیارشون نمیذاری؟ جزوه کامل رو بعداً بچه تو پنلتون میذارم. فعلا 10 صفحه اول این جزوه رو گذاشتم براتون، بعداً اون جزوه رو هم میتونید بردارید. خب گوش کن. میگه متحرکی روی محیط دایره داره حرکت میکنه، نیم دور روی دایره میچرخه. میگه بچه ها مسافت طی شده چند متر از جابجایی بیشتر است. ببینید بچه ها،
متحرک اینجا اول تو نقطه یکه، حرکت میکنه بچه رو این مسیری که براتون فرفری میکنم، میاد 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 میچرخه 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 خودشو میرسونه به نقطه دو. باید بفهمیم اولا این چقدر جا به جایی داره، این چقدر مسافت طی شده داره، تفاوتشون چقدره. جا به جایی که اینه بچه، جا به جایی میشه این، ما به این میگیم بردار جا به جایی، دلتای ایکس. بچه ما میگیم جا به جایی یا همون دلتای ایکس خط مستقیمی است که ابتدا رو وصل میکنه به انتها. الان بچه از یک به دو مستقیمی خط وصل کنیم، جا به جایی برابر با قطر این دایره است دیگه. جا به جایی یا دلتا ایکسمون برابر دو برابر شعاع دو آره که میشه چند متر؟ 20 متر. میشه 20 متر. اما مسافت طی شده چی؟ بچه من اگر مسافت رو با ال نشون بدم، خوب گوش کن. گوش کن. مسافت طی شده میشد با الشونش میدادیم، میشد طول رد پای متحرک. یعنی بچه طول این رد پا مسیر متحرک که از یک حرکت کنه برسه به دو، طول این مسیری که طی میکنه لد رد پای این متحرک رو میگیرن مسافت طی شده. بچه اگر متحرک روی دایره یه دور کامل طی میکرد، آباریکلا، مسافت طی شده میشد یک محیط. الان که نصف دور طی کرده میشه محیط تقسیم بر دو، که بچه محیط تقسیم بر دو میشود دو پی آر تقسیم بر دو، میشه دو به جای پی میذاریم سه به جای آر ده تقسیم بر دو، که اگه حساب کنید بچه ها جواب میشه چند متر؟ 30 متر. حالا به من گفته جا به جایی چقدر، مسافت طی شده چقدر از جا به جایی بیشتره. خب بچه ها اون 20 متره اون 30 متره چقدر بیشتر میشه؟ بگید 10 متر. باریکلا 10 متر بیشتره. خب حالا من یه سوال میخوام بگم، شما برام حل کنید. مثال مطابق شکل زیر، متحرکی ابتدا هفتاد متر به شمال می رود، بعد از آن 30 متر به غرب رفته و سپس مسافتی را به سمت جنوب می رود. اگر اندازه جا به جایی سی رادیکال 5 متر باشد، مسافت طی شده چند متر است؟ میخوام وقت بدم شما حل کنید. یه سوال درجه یک و باحال، خوب گوش کنید. سوالم اینه شکلش.
بودید ببینم. بودو ببینم چیکار میکنی. بودو بودو سری. ببینیم جواباتون رو بچه ها. نه کلاس تا حدود 2:40 اینطورا کلاس داریم بچه ها. ساعت کلاس تا حدود ساعت 2:40. خب بچه ها من توی سوال توی جواباتون یه چند تا جواب درست دیدم. جواب درست این سوال میشه 110 متر بچه ها. میشه 110 متر. اما داستان چیه عباسیان؟ میگم خوب گوش کنید. باری که الله مرضیه درست گفته بود، الهه درست گفته بود، یه چند تا هم بود الان چطاتون رفت دیگه من نمیبینمش، ولی داشتیم دو درست داشتیم، یه چند تایی درست بود. بله مریم، مریم خانم خودنامی درست گفته بود، اینا رو داشتم نگاه میکردم، اینا 110 گفته بودن. بیاید اینجا بچه، بیاید بردار جا به جاییشو بکشیم. آقا بردار جا به جایی میگه خطیه که مستقیم، نگاه کن، جا به جایی خطیه که مستقیم ابتدا رو وصل میکنه به انتها. ما به این بردار میگفتیم بردار چی بچه ها؟ جا به جایی یا همون دلتای ایکس بچه ها. ولی حرفه‌ای باشید، وقتی که دلتا ایکس من شده سی رادیکال 5، باید شما عزیزا یاد دوتا فیثاغورس دوتا عدد بیفتید، میگید یکی از این عددا سیه، یکی دو برابرش 60ه. این شما حرفه‌ای هستید دیگه، نمیخواد برید سوالو حل بکنید، زرنگ باشید. وقتی اندازه جا به جایی شده سی رادیکال 5، میگید خب پس این وتر یک مثلث این سی رادیکال 5 که یه ضلعش سیه یه ضلعش 60ه. حالا بیت مثلثه رو با هم بکشیم. مثلث قائم زاویه‌ای که جا به جایی وترش اینه، نگاه کنید این مثلث است. من با سبز براتون آشور میزنم. این مثلث رو نگاه کنید. شما الان این مثلث قائم زاویه درست کردید که این دلتا ایکستون که سی رادیکال 5 و ترشه. الان نگاه کنید بچه ها، این ضلع شما که از اینجا تا اینجاست چنده؟ سی. پس این یکی ضلع شما که از اینجا تا اینجاست چاره ای نداره جز اینکه چند باشه؟ 60 متر باشه. فهمیدید؟ و
بچه وقتی یکی از زل آش سیه اون یکی باید چند باشه؟ 60. نتیجه گیریمون اینه اه. پس عباسیان از اینجا تا اینجا میشه چند متر؟ 10 متر. که این 10 متر دقیقا برابر این قسمتی که اومده جنوب دیگه. پس از اینجا تا اینجا هم میشه چند متر؟ 10 متر. حالا من اگه بخوام مسافت طی شده رو پیدا کنم میشه کل این رد پانیا کن از اینجا تا اینجا رو باید جمع کنم، به اضافه این 30 متری که اومده اینجا رو جمع کنم، به اضافه اون مقداری که اومده جنوب. پس من اگه بخوام مسافت طی شده رو پیدا کنم که با L نشون میدم، میگم میشه 1.70 متر به اضافه 1.30 متر به اضافه 1.10 متر که رو هم دیگه میشه 110 متر. پس کل مسافت طی شده من میشه 110 متر. حالا بچه ها شما یه لحظه فرض کنید که این سی رادیکال 5 رو بلد نبودید که میشه فیثاغورس 30 و 60. یک پوستی باید ازتون کنده میشد تا بفهمید داستان چیه. اگه فهمیدید یه عدد 1 بفرستید، من خیالم راحت شه. خیلی هم عالی. خب بریم اما سراغ بچه ها دوتا تعریف، تندی متوسط و سرعت متوسط. بسید من اینجا بهتون بگم بچه ها، ما دوتا تعریف خیلی مهم داریم. خوب نگاه کنید تعریف ها رو بهتون بگم. بچه ها در فیزیک ما دوتا تعریف خیلی مهم داریم. یکیش اینه سرعت متوسط، که بچه ها معمولاً اینو قبلن و اینجوری نشون میدادن، یه دونه وی علامت بار میذاشتن بالاش. سرعت بچه ها کلمه اول، حرف اول کلمه ولوسیتی رو با وی نشون میدن، یه وی خط فاصله بار بالاش میذاشتن، به این میگن سرعت متوسط. تو کتابای جدید بچه ها، کتابای جدید اومده اینجوری گفته، سرعت متوسط اینجوری نشون داده، بهش میگه وی اوریج. بچه ها اوریج ای وی یعنی متوسط، فرقی نمی کنه. میگه بچه ها سرعت متوسط وی اوریج رابطش اینه، میشه جا به جایی تقسیم بر زمان جا به جایی. جا به جایی در واحد زمان، که میشه دلتای ایکس به دلتای تی. یادتون باشه بچه ها این دلتا ایکس یا جا به جاییمون بر حسب متر، زمانمون بر حسب ثانیه است، سرعت متوسط واحدش میشه متر بر ثانیه. یک تعریف دیگه داریم بچه ها به اسم تندی متوسط. که بچه حرف اول کلمه اسپیده دیگه، یا اینجوری میذارن اس خط بار میذارن بالاش، یا مینویسن اس ای وی، اس افریج یا متوسط. این میشه مسافت طی شده تقسیم بر زمان، یا بهتره بگیم میشه بعد ال به دلتا تی. پس بچه وقتی شما فرق جا به جایی و مسافت طی شده رو فهمیدید، حالا باید بفهمید اگر جا به جایی رو به زمان تقسیم کنید سرعت متوسط رو میده، اگر مسافت طی شده رو به زمان تقسیم کنید تندی متوسط رو میده. که باز بچه ها مسافت طی شده هم ال بر حسب متر، این زمان بر حسب ثانیه است، باز این اس اوریج هم واحدش میشه متر بر ثانیه در اس آی. فقط حواستون باشه سرعت متوسط یک کمیت بچه ها برداریه، یعنی جهت داره، اما تندی متوسط جهت نداره، یک کمیت نردعیه. بچه ها بعضی از کمیت ها در فیزیک جهت دارن. مثلا بچه ها وقتی من به تو میگم سرعت من 10 متر بر ثانیه است، یعنی من تو هر ثانیه دارم 10 متر میرم، ولی سوال تو اینه سرعت 10 متر به کدوم بره؟ به جنوبه؟ به شماله؟ به غربه؟ به بالاست؟ چون سرعت جهت داره، باید جهتش هم مشخص بشه.
ولی وقتی بهتون میگم من تندی حرکتم دهه دیگه یعنی ده، حالا هر طرفی برم با ده ده، با ده برم بالا با ده برم پایین جنوب، چون اون جهت نداره. بله اینا همه ماره دوازده همه نیست، اینا ماره دوازده همه. بله حالا جلوتر به حرفه‌ای تراش که مخصوص دوازده همه هست بیشتر میرسیم. حالا اما گوش کنید بچه ها، بیایید با هم دیگه یه سوال براتون حل میکنیم. گوش کنید، میگه متحرکی روی محیط دایره در مدت زمان نیم ثانیه. بچه یه چیزی اینجا جا افتاده، اینو اضافه کنیم، برای اضافه کنم براتون. ساعت گرد، اینو شو یادم رفته بذارم، ساعت گرد از نقطه آ میرسه به نقطه بی، یعنی بچه ها میاد در جهت عقربه های ساعت از آ حرکت میکنه، نگاه کنید، از آ حرکت میکنه، حرکت میکنه، حرکت میکنه، خودشو میرسونه به بی. ساعت گرد یا بهتره بگیم در جهت عقربه های ساعت از آ به بی میرسه. مدت زمان هم داده نیم ثانیه، مدت زمان نیمه. بچه مدت زمانمون نیمه، یعنی دلتا تی میشه نیم ثانیه یا یه دوم ثانیه، از آ به بی میرسه. به من گفته سرعت متوسط و تندی متوسط رو پیدا کنید. ببینید بابا، برای پیدا کردن سرعت متوسط من جا به جایی نیاز دارم. جا به جایی تقسیم بر زمان میشه سرعت متوسط، مسافت تهی شده تقسیم بر زمان میشه چی؟ تندی متوسط. منو نگاه کنید، الان من بخوام جا به جایی پیدا کنم، بچه جا به جایی مگه این نمیشه؟ این میشه جا به جایی دلتا ایکس، خط مستقیمی که ابتدا رو وصل میکنه به انتها. بچه به نظر شما الان جا به جایی من، دلتا ایکس من جا به جاییم چقدر میشه؟ چقدر میشه جا به جایی؟ بگید باری که علا. ببینید تو جا به جایی من الان یه مثلث دارم، اینجا نگاه کنید، طول این زلش دوه، این زلش هم دوه، قائم و زاویه دلتا ایکس وتر اینه، عملا بچه میشه رادیکال حالا دو به توان دو به اضافه دو به توان دو، که ما میدونیم بچه دیگه نوشتن نداره، میشه دو رادیکال دو دیگه. مثلث قائم و زاویه که یه زلش دوه یه زلش هم دوه، وترش میشه دو رادیکال دو، دو رادیکال دو. حالا الهه درسته تو میگی رادیکال هشت، رادیکال هشت درسته، ولی باید سادهش کنی دو رادیکال دو بنویسی. خب این از جا به جایی. اما مسافت چی میشه بچه ها؟ مسافت طی شده یا همون ال میشه چی؟ بچه ها ببینید، مسافت طی شده میشه کل طول رد پای متحرک. نگاه کن از اینجا حرکت کرده، فرفری میکنم برات، حرکت کرده، حرکت کرده، حرکت کرده، حرکت کرده، از آ خودش رسونده به بی. کل این رد پای متحرک رو، کل طول این رد پای متحرک رو من اگه حساب کنم میشه مسافت طی شده، که به قول شما سه چهارم محیط دایره است، میشه سه چهارم ضرب در محیط دایره، که مساوی میشه با سه چهارم ضرب در دو پی آر. خودش گفته عزیزای من به جای پی چند بذارید؟ سه. خودش گفته به جای آر چند بذارید؟ دو. که اگه اینا رو ضرب بکنیم بچه ها جواب به دست میاد 9 متر. پی رو گفته بذارید سه، میشه 9 متر. حالا اگر من بخوام سرعت متوسط رو پیدا کنم، کمکم کن، سرعت متوسط میشه وی اوریج، بخوام پیدا کنم میشه جا به جایی یعنی دلتای ایکس به روی زمان یعنی دلتاتی، میشه دو رادیکال دو تقسیم بر یک دوم، دو رادیکال دو تقسیم بر یک دوم میشه 4 رادیکال 2 متر بر ثانیه. اما بچه من اگر تندی متوسط رو هم بخوام حساب کنم، تندی متوسط میشود چی؟ S average میشود L به دلتا T، میشود 9 متر تقسیم بر 1/2 میشود 18 متر بر ثانیه.
خب اگر این سوالو کاملا فهمیدید یه عدد دیگه برای من ارسال میکنید، من خیالم راحت شه. بسیار عالی، بسیار عالی. حالا که انقدر خفنو انقدر درجه یکید، من به شما یه دقیقه وقت میدم مثال 4 رو برای من حل کنید. یه دقیقه وقت دارید، بودید ببینم. جواب 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 کدوم گزینه است؟ جواب خب بریم سراغ سوال. اکثرتون جواباتون درست بود. میگه متحرکی در مدت زمان 10 ثانیه، بیا پای تخته، مدت زمان 10 ثانیه، مدت زمان 10 ثانیه یعنی در دلتا تی بازه زمانی چند ثانیه؟ 10 ثانیه. از نقطه آ به نقطه بی میرسد. میگه تندی متوسط چند متر بر ثانیه از سرعت متوسط بیشتر است. یعنی برو عزیز من یه بار تندی متوسط تو حساب کن، بعد زحمت بکش سرعت متوسط تو حساب کن، اینا رو با هم مقایسه کن ببین اون چقدر از اون بیشتره. بیا پای تخته ببینید بچه ها، من اگه بخوام از آ به بی حرکت کردن و یه جا به جایی واسهش بنویسم، این میشه جا به جایی. ما به این میگیم جا به جایی یا دلتای ایکس، خط مستقیمی که ابتدا رو وصل میکنه به انتها. اما اون چیزی که مشخصه بچه ها، این دلتای ایکس من وتر یک مثلث قائم الزاویه است دیگه. الان من این مثلث قائم الزاویه رو پیدا میکنم ببینم وترش کدومه. من بچه اگه یه خط اینجا بکشم، از اینجا تا اینجا چند متر میشه؟ 30 متر. از اینجا تا اینجا خود به خود میشه 40 متر دیگه، چون این دیگه 30 متره. توی این مثلث قائم الزاویه دلتا ایکس یا جا به جایی که وترشه میشه رادیکال 30 به توان 2 به اضافه 40 به توان 2 که میشود چی؟ 50 متر دیگه. بچه 3 و 4 میشه 5، 30 و 40 میشه 50 رو کامل بلدید. اما کل مسافتی که طی کرده چی؟ ببینید مسافت طی شده میشه یه 70 متر اینجا اومده، یه 30 متر، یه 30 متر. مسافت طی شده میشه یه 70 به اضافه یه دونه 30 به اضافه یه دونه 30 رو هم دیگه میشه 130 متر. حالا من اگه بخوام سرعت متوسط رو پیدا کنم، که بهش میگم V average، میشه دلتای X جا به جایی
به زمان دلتای تی. جا به جاییم چند متره بچه ها؟ جا به جاییم هست 50. به روی دلتا تی من 10 می شود 5 متر بر ثانیه. اما اگه بخوام تندی متوسط پیدا کنم، تندی متوسط که من بهش میگم SAV یا average، می شود L به دلتا تی می شود 130 به روی 10 می شود 13 متر بر ثانیه. حالا گفته اون چقدر از اون بیشتره؟ یکیش 5 یکیش 13. جواب میشه چند؟ 8. بچه تفاوتشون چقدره؟ 8 میشه. اگه فهمیدید یه عدد یک برای من ارسال کنید بچه. خب خدا رو شکر، خدا رو شکر. پس بچه ما خیلی فعلا کار پیچیده‌ای نداشتیم. جا به جایی چیه؟ مسافت طی شده چیه؟ سرعت متوسط چیه؟ تندی متوسط چیه؟ مثال 5 هم خیلی آسونه، خودتون روش کار میکنید. اما بیایید با هم دیگه بچه یه سوال نسبتا خوب حل بکنیم. یه سوال نسبتا خوب حل کنیم. میگه هواپیمایی با تندی ثابت 400 کیلومتر بر ساعت روی خط مستقیم فاصله بین دو تا شهر رو. شما فرض کنید مثلا شهرها رو هم مثلا مثال میزنم، اینجا شهر فرض کنید تهرانه، اینجا مثلا شهر مثلا شیراز باشه مثلا. خب میگه فاصله مستقیم بین دو تا شهر رو، میگه اولش با سرعت اندازه سرعت یا تندی ثابته V1 چقدر؟ 400 کیلومتر بر ساعت مثلا در مدت زمان T1 میره. بعد از اون همونو با سرعت ثابت V2 600 کیلومتر بر ساعت در مدت زمان T2 برمیگرده. و بچه ها من میدونم فاصله بین این دو شهر رو هم به هم داده چقدر؟ هزار و دیویست کیلومتر. میگه تندی متوسط رو در کل حرکت پیدا کنید، سرعت متوسط رو هم پیدا کنید. ببینید من چا خیلی دنبال فرمول نگردید، با استفاده از مفاهیم بریم تو کارش. بچه مگه تندی ثابت شما 400 کیلومتر بر ساعت نیست؟ بچه وقتی من به شما میگم سرعت یک متحرک 400 کیلومتر بر ساعت یعنی چی؟ یعنی بچه ها این در هر یک ساعت 400 کیلومتر میره دیگه. ببینید بچه ها بیاید پای تخته، من دارم با سرعت 400 کیلومتر بر ساعت حرکت میکنم. وقتی من دارم با سرعت 400 کیلومتر بر ساعت حرکت میکنم یعنی در هر یک ساعت 400 کیلومتر میرم. اگر من در هر یک ساعت 400 کیلومتر برم، 1200 کیلومتر رو تو چند ساعت میرم؟ بگید ببینم. آباری کلام، پس تیه که من خود به خود به دست میاد رفته من 3 ساعت. آقا دیگه از این واضح تر، من با سرعت 400 کیلومتر بر ساعت میرم، یعنی هر یه ساعت 400 کیلومتر. پس 1200 کیلومتر رو تو چند ساعت میرم؟ 3 ساعت. بچه ها تو برگشت دارم با سرعت 600 کیلومتر بر ساعت بر میگردم، یعنی هر 600 کیلومتر رو تو یک ساعت میام، پس کل زمان برگشتم میشه چند ساعت؟ 2 ساعت. 3 ساعت رفت دارم بچه ها، 2 ساعت برگشت. جواب منو بده، 3 ساعت رفت 2 ساعت برگشت. دلتا تی یا زمان کل حرکت، دلتا تی زمان کل حرکت میشه چند ساعت بچه ها؟ میشه 5 ساعت. پس بچه خیلی خودمونو درگیر روابط چرت و پرت هم نکردیم، یاد گرفتیم 3 ساعت رفته 2 ساعت برگشته. حالا بریم سراغ جا به جایی و مسافت طی شده. بچه ها جا به جاییمون در این رفت و برگشت چقدره؟
جابجایی یا همون دلتا ایکسمون در این رفت و برگشت چقدره؟ بگو ببینم. جابجایی چقدره؟ بچه در کل رفت و برگشت هم باری کلا جابجاییم صفره. بعضیاتون نوشتید 1200، یکی گفته 2400. آقا من از تهران حرکت کردم اومدم تو شیراز، نشستم اینجا، برگشتم دوباره تو تهران. جا به جایی میشه خط مستقیمی که ابتدا رو وصل میکنه به انتها. بابا اولش تو تهرانم، آخرش هم تو تهرانم، جا به جاییم صفر دیگه. دلتا ایکس یا جا به جایی میشه چند؟ صفر. اما مسافت طی شدم که با ال نشون میدم، طول رد پای متحرکم چی میشه؟ منو نگاه کن، من 1200 کیلومتر میرم جلو وای میستم، 1200 کیلومتر برمیگردم. طول رد پای متحرک، طول مسیری که طی میکنه چقدر میشه؟ واری کلا میشه 1200 رفت، 1200 برگشت، میشه 2400 کیلومتر. حالا من اگه بخوام تندی متوسط رو پیدا کنم که با وی اوریج نشونش میدم، میشه جا به جایی به روی زمان. چون جا به جایی من صفره، در نتیجه سرعت متوسط وی اوریج هم چند میشه؟ صفر. اما تندی متوسط اس اوریج که میشه ال به دلتا تی، میشه ال مسافت طی شدم چند بود؟ 2400 به روی دلتا تی زمان، کلن 5 ساعته. 2400 به روی 5 میشه 480 کیلومتر بر ساعت. نه ببین، ابوالفضل میگه آقا دلتا تی مگه نمیشه تی دومن های تی یک؟ آخه داستان اینه بابا، این تیا خودشون دلتا تی هن. یعنی این خودش یه بازه زمانی دلتا تی یکه، این خودش بازه زمانی دلتا تی دوه. با هم قاطی نکنید. یک 3 ساعت رفتی، یه 2 ساعت برگشتی، در کل میشه چی؟ در کل میشه چی؟ یه 3 ساعت رفت، یه 3 ساعت برگشت، میشه 5 ساعت. نه همین کیلومتر بر ساعت بذار بمونه. خب بچه ها برای امروزتون کفایت میکنه. من یه تفاوت بین جابجایی و مسافت طی شده رو بهتون یاد دادم، سرعت متوسط و تندی متوسط رو یاد دادم. بچه ها انشالله برای اینکه بتونید به کلاس اصلی که کلاس ساعت از 3 تا 6 روزهای چهارشنبه است اضافه بشید، باید یه 2 جلسه هم سری آفلاین ها رو ببینید. این جلسه اول ما تکرار کردیم، حالا آموزشگاه به راهنماییتون میکنه. جلسه یک 2 جلسه ببینید خودتون رو بتونید به کلاس برسید. یک جلسه رو ببینید بچه ها، یکم تلاش کنید خودتون رو میتونید به کلاس ساعت 3 تا 6 برسید. خیلی سریع حالا این راهنماییاش رو بهتون انجام میدن، بهتون میگن چه جوریه. انشالله به کلاسمون که اضافه شدید کل جزوه رو در حقیقت به دستتون میرسونن. ابوالفضل عزیزم، شما همین که من درس دادم رو یاد بگیرید و برید فیلم هایی که حالا براتون هست آفلاین جلسه های قبل که شما مثلا آفلاین جلسه 2 و 3 رو که در اختیارتون میذارن نگاه کنید، انشالله به کلاس برسید. امیدوارم از درس امروز استفاده کرده باشید، امیدوارم هر چه زودتر شما بچه ها به کلاس اضافه بشید، به کلاس ساعت 3 تا 6 خودتون رو برسونید. آموزشگاه راهنماییتون میکنه. انشالله بچه ها سریع بیایید با ما تست بزنید. کانال بچه ها تلگرامیمون رو حتما داشته باشید، سریع وارد کانال تلگرامی بشید، اونجا ویدیوها رو میذاریم براتون. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. موفق باشید، خسته نباشید.